سلام و ادب خدمت شما شاگردان عزیز مکتب هادی. امروز وارد فصل جدید از کیمیا صنف هشتم میشیم که درس اول از فصل هشتم کیمیا صنف هشتم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. نمبر ارتباطی برنامه 20964780255413 است. از این طریق میتونید با ما در فضای مجازی ارتباط بگیرید. موضوع فصل هشتم در رابطه با نمک هاست. امروز میخواییم با شما در رابطه با نمک ها با هم یک جای کار کنیم و ما اهداف درسی که ما شما امروز میخواییم با هم کار کنیم چی ها میتونه باشد؟ اما اهداف درسی که ما و شما امروز با هم می‌خواهیم کار کنیم در رابطه با نمک‌ها امروز کار خواهیم نمود و همچنان تعاملات خنثی‌سازی را با هم کار می‌کنیم و در بحث آخر امروز هم نامگذاری نمک‌ها را با هم یک جای یاد خواهیم گرفت. با شروع درس امروز با ما همراه باشید. و اما نمک ها چه قسمی مرکبات است؟ شاگردان عزیز شما با نمک ها در ماحول خود در اطراف خود آشنا هستید و مشاهده کردید تا به حال. نمک ها به مرکبات یا ماده گفته می شود که جامد است، کریستالی است و همچنان در اثر تعامل یک تیزاب با یک القلی تشکیل می شود. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، ساختار جامد و کریستالی نمک برای شما نمایش داده شده است. همچنان مشاهده میکنید که در اثر تعامل یک تیزاب و یک القلی نمک و آب تولید میشود. اما چه قسمی بر اثر تعامل یک القلی یا تیزاب نمک ها حاصل میشود؟ با هم بر روی تخته‌سیا تشریح میکنیم که چه قسمی نمک ها تشکیل میشه. برای تشکیل نمک ها باید یک تیزاب، یک محلول تیزابی باشه و یک محلول القلی باشه. پس در اثر تعامل یک تیزاب با یک القلی نمک ها تشکیل می شود. مثال و نمونه ای از نمک ها در معادلات کیمیاوی مثالش می شود تعامل HCl با سدیم هایدروکساید. اگر این دو محلول رو که HCl یک محلول تیزابی است و NaOH سدیم هایدروکساید که یک محلول القلی است، در محیط های لابراتواری دو محلول تیزابی و القلی با هم یک جای وارد تعامل شود، منجر به تولید نمک و آب می شود. HCl جمع NOOH برای ما نمک NaCl را می ده. NaCl. و OH هم که تعامل می ده با اتم هیدروژن و مولکول آب را برای ما تولید می کند. خوب دقت کنید شاگردان عزیز، در تعاملی که برای شما بر روی تخته‌سیاه نوشته شده است، در اثر تعامل یک تیزاب با یک القلی که نمک برای ما
که در اینجا نمک NaCl میباشد تولید میشه. Cl منفی که انیون میباشد، انیون چی است؟ انیون تیزاب است با Na مثبت که کاتیون است. کاتیون چی است؟ کاتیون القلی است. با هم تعامل میکند و NaCl نمک را برای ما تولید میکند. پس تعریف دیگری از نمک ها میتونیم بگوییم که در تشکیل نمک ها باعث میشه که انیون تیزاب ها با کاتیون القلی ها با هم رابطه تشکیل میدهد و نمک را برای ما تولید میکند. و اما تعاملات خونسازی چی میباشد؟ تعاملات خونسازی که در لابراتوارها و در معادلات کیمیایی در درس کیمیا بسیار پرکاربرد است و انجام می شود و مهم هست با همدیگر کار می کنیم. در تعامل خونسازی اگر یک تیزاب با یک القلی وارد تعامل شود، به این گونه تعاملات تعاملات خونسازی گفته می شود. چرا؟ به این خاطر که در این قسم تعاملات باعث می شود که تیزاب و القلی با هم که وارد تعامل می شود نمک ها را برای ما تولید می کند که نمک ها خود به طور طبیعی حالت خونسا را دارد. به همین خاطر به این قسم تعاملات تعاملات خونساسازی گفته می شود که در شکل و تصویر زیر هم شما شاگردان عزیز مشاهده می کنید که یک تیزاب با القلی وارد تعامل شده است و برای ما آب و یک مقدار نمک را تولید نموده است. و اما نمونه و مثال های از معادلات کیمیاوی که تعاملات خونسازی را انجام می‌دهند با هم بر روی تخته سیاه نوشته می‌کنیم. خب نمونه و مثالی از تعاملات خونسازی، یک تاش که در مثال قبلی با هم کار کردیم، تعامل HCl تیزاب نمک است با سدیم هایدروکساید که یک محلول القلی است در محیط‌های لابراتواری با هم وارد تعامل میشه و نمک NaCl که نمک طعام میباشه و ما و شما در زندگی روزمره خود استفاده میکنیم تولید میشود. نمونه دوم یا مثال دوم از تعاملات خونسازی تعامل تیزاب نمک است با NH4OH امونیوم هایدروکساید. در اثر تعامل دو مرکب، چون مرکب دوم در ساختار آن گروه هایدروکسیل موجود است، پس یک محلول القلی است. در مولکول اول به ساختار آن دقت کنید، چون در ابتدای فرمول مولکولی آن اتم هیدروژن موجود است، پس یک تیزاب است. وقتی تیزاب با یک القلی وارد تعامل می شود، یک تعامل خونسازی رخ می دهد که منجر به تولید مولکول آب می شود که اتم هیدروژن از تیزاب و گروپ هیدروکسیل از القلی با هم مولکول آب را تشکیل می دهد و از تعامل خارج می شود. و بقیه مولکول NH4Cl با هم تعامل میکنه. نمکی که برای ما تولید میشود NH4Cl میباشد. امونیوم کلوراید که یک نمک است در محلول مورد نظر که تولید میشود. خب تا به اینجا شاگردان عزیز با تعاملات خونسازی آشنا شدید و ساختار نمک ها را با هم کار کردیم که چه قسمی نمک ها تشکیل می شود. در ادامه می خواهیم با نامگذاری نمک ها با هم کار کنیم. برای نامگذاری نمک ها به طور کلی قسمی عمل می کنیم که اول نام کتیون را نوشته می کنیم و بعد نام انیون مورد نظر را نوشته می کنیم. با توجه به این فرمول که برای شما داده شده است، یک سوال در رابطه با نامگذاری نمک ها با هم کار می کنیم. سوال قسمی است، نام نمک های زیر را بنویسید: K2S, MgF2, NaCl. برای شما
سه، فرمول مولکولی نمک داده شده است و از شما خواسته شده است با توجه به فرمولی که پیشتر برایتون گفته شد نام نمک های زیر را نوشته کنید. با هم یک جای به سر تخت سیاه نام مرکبات یا نمک ها را نوشته می کنید. خب با توجه به فرمولی که پیشتر براتون گفته شد شاگردان عزیز، در نامگذاری نمک ها چه قسمی عمل میکردیم؟ در نامگذاری نمک ها اول نام کتیون رو نوشته میکردیم و بعد از اون نام انیون. خب با توجه به فرمول ما براحتی میتونیم مرکباتی که برای شما داده شده است یا نمک هایی که داده شده است را نامگذاری کنید. مرکب اول را دقت کنید، K2S اول نام کتیون را نوشته میکنید بعد نام انیون را. دقت کنید که در فرمول های مولکولی شاگردان عزیز اولین عنصری که قرار گرفته است کتیون مورد نظر می باشد و دومین عنصری که نوشته شده است یا نمادی که قرار داده شده است انیون ها را برای ما نشان می دهد. خب پس نام کتیون ما در اینجا چی میشه؟ پتاسیم. نام انیون مورد نظر سلفاید. پس نام مرکب چی میشه؟ پتاسیم سلفاید. مرکب دوم نام کتیون یا نام فلز مورد نظر میشه مگنزیم. نام انیون مورد نظر فلوراید. مرکب سوم نام کتیون یا فلز مورد نظر سدیم. نام انیون کلوراید. نام مرکب یا نمک مورد نظر می شود سدیم کلوراید. پس این قسمی با توجه به نوشتن نام کتیون و نام انیون ما برایتی میتونیم نام نمک های مورد نظر را نوشته کنیم. و اما قسم دیگری هم ما میتونیم نمک ها را نامگذاری کنیم، به این صورت که یا به روش معمولی میتونیم نامگذاری کنیم یا به روش آیوپک، که هر دو اینها مهم است اما روش آیوپک بسیار بسیار مهم است. با هم یک جای کار میکنیم که چطوری میتونیم نمک ها را به روش معمولی و آیوپک نامگذاری کنیم. نامگذاری نمک ها به روش آیوپک به روش معمولی قسمی نامگذاری میشه که اول نام فلز مورد نظر را نوشته میکنیم و در آخر هم پسوند آی سی یا پسوند او یو اس را استفاده میکنیم که اگر ولانس فلز مورد نظر بلند باشد از پسوند آی سی استفاده میکنیم، اگر ولانس فلز مورد نظر پایین باشد از پسوند او یو اس به آخر نام فلز مورد نظر اضافه میکنیم و استفاده میکنیم. با توجه به فرمولی که برای شما داده شده است ما میتونیم نمک ها را نامگذاری کنیم. و اما نامگذاری نمک ها به روش آیوپک را هم با هم یاد بگیریم و در آخر یک سوال در رابطه با نامگذاری نمک ها به روش معمولی و آیوپک با هم کار کنیم. نامگذاری نمک ها به روش آیوپک این قسمی است: اول نام فلز را نوشته میکنیم و بعد از او ولانس فلز مورد نظر را به ارقام رومی نوشته میکنیم و در آخر هم نام انیون مورد نظر را نوشته و نام نمک ها را نوشته میکنیم. پس با هم یک جای میرویم با توجه به فرمول هایی که در رابطه با نامگذاری نمک ها به روش معمولی و آیوپک برایتان داده شد میرویم یک سوال در رابطه با نامگذاری نمک ها با هم کار کنیم. سوال قسمی است: نام نمک های زیر را به روش آیوپک و معمولی نوشته کنید. فرمول هایی که برای شما داده شده است FeSO4 Fe2SO4 سه مرتبه CuBr CuBr2 است.
فرمول های مولکولی را بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم و نام آنها را با هم با توجه به فرمول هایی که پیشتر برایتان گفته شد نوشته میکنیم. خب ما میخواهیم این نمک هایی که برای شما داده شده است به روش هم معمولی و هم آیوپک نامگذاری کنیم. پس در اینجا نوشته میکنیم به روش معمولی و در اینجا هم نوشته میکنیم به روش آیوپک. خب به روش معمولی چه قسمی نامگذاری میکردیم؟ اول نام فلز، بعد از نام فلز چی نوشته میکردیم؟ از پسوند های استفاده میکردیم، پسوند آی، سی یا پسوند او، یو، اس. در صورتی که ولانس فلز مورد نظر بلند بود از پسوند چی استفاده میکنیم؟ پسوند آی سی استفاده میکنیم. اگر ولانس فلز مورد نظر ما پایین باشد در این صورت از پسوند او یو اس استفاده میکنیم. چرا میگیم ولانس پایین یا ولانس بلند؟ به خاطر که ما فلزها یا اتمهایی داریم در جدول دورانی که دارای چندین ولانس میباشد، هم ولانس بلند داره و هم ولانس پایین، که در نامگذاری به روش معمولی ما رعایت میکنیم. اگر ولانس بلند داشت از این پسوند، اگر ولانس پایین داشت از پسوند OUS استفاده میکنیم. اما در نامگذاری آیوپک چه قسمی؟ در نامگذاری آیوپک اول نام فلز، بعد از او ولانس فلز مورد نظر به ارقام رومی را نوشته میکردیم و در آخر هم نام انیون مورد نظر را نوشته میکنیم به این صورت. خب با توجه به فرمول هایی که داده شد ما میتونیم نام های اینها را نوشته کنیم. خب به روش معمولی میخواهیم که نام مرکب FeSO4 را نوشته کنیم. چون اتم آهن از جمله اتم هایی است که هم دارای ولانس بلند است یعنی مثبت 3 و هم دارای ولانس پایین است یعنی مثبت 2، پس ما باید در اینجا تشخیص بدیم که آیا دارای ولانس بلند است یا که پایین، که از این پسوند ها استفاده کنیم. FeSO4 به این صورت بوده است: Fe مثبت 2 که با انیون SO4 منفی 2 وارد تعامل شده است، که وقتی در فرمول نویسی اگر یادتان باشد چارج های مثبت و منفی با هم جای به جای می شدند، درست است؟ منفی 2 که مال SO4 منفی 2 می باشد در قسمت تحتانی اتم آهن قرار می گرفت و مثبت 2 که مربوط به آهن می باشد در قسمت تحتانی SO4 قرار می گرفت. چون ولانس های برابر و مساوی دارد پس با هم ساده می شود و فقط نوشته می کنیم FeSO4. پس ولانس اتم آهن در اینجا چند است؟ مثبت 2 است. چون دارای ولانس مثبت 2 می باشد شاگردان و ما می دانیم که اتم آهن هم دارای ولانس مثبت 2 است و هم دارای ولانس مثبت 3 می باشد، پس در اینجا دارای ولانس چی است؟ ولانس پایین است، مثبت 2. پس از این پسوند OUS استفاده می کنیم. اول نام فلز و بعد از او پسوند OUS را به آن علاوه می کنیم. خب اتم آهن نام معمولیش
فیروس و نام انیون مورد نظر میشه سلفاید. پس نام مرکب مورد نظر به روش معمولی میشود فیروس سلفید. خب مرکب دوم را نامگذاری میکنیم. مرکب دوم Fe2SO4C میباشد. خب برای نامگذاریان به روش معمولی قسمی عمل میکنیم. اول باید ولانس فلز آهن را تشخیص بدیم. از روی عدد 3 ما تشخیص میدیم که ولانس اتم آهن چی از چند است؟ 3 میباشد که برای SO4 در فرمول نویسی قرار گرفته است. پس چون اتم آهن هم به صورت ولانس مثبت 2 یافت میشه هم مثبت 3، مثبت 3 ولانس بلند آن می باشد. چون دارای ولانس بلند است پس از پسوند IC استفاده می کنیم. اول نام فلز و بعد از او پسوند IC و بعد نام انیونی که به آن اتصال یافته است را نوشته می کنیم. پس اتم آهن نامش را نوشته می کنیم. بعد از او پسوند IC به خاطر که دارای ولانس بلند بود و نام انیون مورد نظر رو. پس نام مرکب نام نمک مورد نظر شد فریک سلفید. مرکب دوم را دقت کنید CuBr اتم مس چون هم به صورت ولانس مثبت 1 یافت می شود هم ولانس مثبت 2 یافت می شود. پس در اینجا که اتم Br منفی و Cu مثبت 1 اگر باشد نمبرهای 1 در فرمول نویسی با هم جای به جای میشه که ما نمبر 1 را نوشته نمی کنیم. پس در اینجا ما تشخیص میدیم که فلز مورد نظر یا Cu دارای ولانس مثبت 1 می باشد. چون دارای ولانس پایین است پس از پسوند OUS استفاده می کنیم. اول نام فلز بعد پسوند OUS و در آخر هم نام انیون مورد نظر را نوشته می کنیم. پس نامش میشه پسوند OUS که میشه کاپیروس و نام انیون میشود برومید. نام مرکب میشه کاپیروس برومید. مرکب بعدی را دقت کنید CuBr2 از عددی که در قسمت تحتانی Br نوشته شده است ما تشخیص میدیم که اتم مس دارای ولانس 2 است. پس دارای ولانس بلند است. چون دارای ولانس بلند است پس از پسوند IC استفاده میکنیم. نام فلز بعد پسوند IC و در آخر هم نام انیون مورد نظر را نوشته میکنیم. خب نام فلز پسوندی IC را نوشته میکنیم میشه کاپریک و نام انیون هم که برومید میباشه را در آخر نوشته میکنیم. پس این قسمی نام مرکب مورد نظر یا نمک مورد نظر میشود کاپریک برومید. ما این قسمی میتونیم به روش معمولی با توجه به فرمولی که داده شده است و ما داریم و حفظ کردیم و ولانس های فلزات یا اتم های مورد نظر را که دارای ولانس بلند یا پایین می باشه از این پسوند ها استفاده میکنیم. میتونیم که نام نمک ها را به روش معمولی به راحتی نوشته کنیم. و اما نامگذاری نمک ها به روش آیوپک را با هم در ادامه کار میکنیم. خب نامگذاری نمک ها یا مرکباتی که برای تخته‌سیاه برایتان نوشته شده است به روش معمولی با هم کار کردیم. در ادامه می‌خواهیم نام مرکبات رو به روش آیوپک نوشته کنیم. به روش آیوپک اول نام فلز مورد نظر را نوشته میکنیم و بعد از او ولانس فلز مورد نظر را برق و میرومی
و در آخر هم نام انیون مورد نظر را نوشته میکردیم. خب مرکب اول را میخواییم به روش آیوپک نامگذاری کنیم. FeSO4. نام مرکب یا نام فلز مورد نظر که آهن میباشد Fe را به روش آیوپک نام فلز را نوشته میکنیم. خب به روش آیوپک نام فلز مورد نظر می شود آیرون. بعد از او ولانس فلز مورد نظر رو به ارقام رومی نوشته می کنیم. ولانس Fe چند می باشد؟ در سلاید پیشتر با هم کار کردیم. دارای ولانسی مثبت 2 است. دارای ولانسی 2 است که با SO4 که منفی 2 می بود ساده می شد. پس دارای ولانس چند است؟ 2 است. 2 به صورت رومی قسمی نوشته می شود. داخل یک قوس کوچک قرار می دهیم و در آخر هم نام انیون مورد نظر انیون SO4 را نوشته می کنیم که نامش سلفیت است. پس نامش می شود آیرون 2 سلفیت. مرکب بعدی را می‌خواهیم به روش آیوپک نامگذاری کنیم. باز هم نام فلز مورد نظر را نوشته می‌کنیم. داخل قوس باید ولانس فلز مورد نظر را نوشته کنیم. ولانس چند است؟ ولانس آن؟ ولانس اتم آهن 3 می‌باشد. 3 را به صورت رومی نوشته می‌کنیم رسمی. و بعد از اون نام انیون مورد نظر. که نامش میشه سلفید. آیرون 3 سلفید. مرکب بعدی مرکب سوم رو نامگذاری میکنیم. اول نام فلز مورد نظر که نامش کاپر میباشه. داخل قوس باید فلز ولانس فلز مورد نظر نوشته کنیم. ولانس Cu در اینجا 1 است که در قسمت تحتانی Br قرار گرفته است. چون عدد 1 را ما نوشته نمی کنیم پس در اینجا ما فقط تشخیص می دیم که Cu دارای ولانس 1 می باشد. 1 رو به صورت رومی در داخل قوس نوشته می کنیم. نام انیون چی است؟ نامش برماید است. کاپر 1 برماید نام مرکب یا نمک مورد نظر می باشد. خب مرکب بعدی را می خواهیم نامگذاری کنیم. باز نام فلز مورد نظر را نوشته می کنیم. نام فلز مورد نظر کاپر. داخل قوس باید ولانس فلز را نوشته کنیم. ولانس آن چند است؟ ولانس آن 2 است. ولانس Cu 2 است که در قسمت تحتانی بیار قرار گرفته است. پس به صورت رومی ما دو را به این صورت نوشته میکنیم. در آخر هم نام انیون را نوشته میکنیم. نام نمک مورد نظر کاپر 2 برماید شد. پس این قسمی با توجه به فرمولی که از به نامگذاری به روش آیوپک داریم و تشخیص ولانس های فلزات مورد نظر میتونیم برایتی نام مرکب مورد نظر رو یا نمک مورد نظر رو به روش آیوپک نامگذاری کنیم. با توجه به نامگذاری نمک ها که امروز شما شاگردان عزیز یاد گرفتید یک کار خانگی در رابطه با نامگذاری نمک ها برای شما داده شده است که درس را خوب مطالعه کنید و در کتابچه های خود کار خانگی را حل کنید و برای ما در نمبری که در ابتدای درس برایتان گفته شد روان کنید. در جدول زیر نام کاتیون و انیون های نمک ها داده شده است. با نظر داشته آن نمک های CuCl, HgBr2, BsCl2 را به روش معمولی و آیوپک نامگذاری کنید. برای شما سمبول انیون ها داده شده است. سمبول کاتیون ها هم داده شده است. با توجه به این که نمک ها از کاتیون ها و انیون ها ساخته شده است میتونید به راحتی
فرمول های نمک هایی که برای شما داده شده است در سوال آنها را به دست بیارین و فرمول آن را نوشته کنید و به روش آیوپک و معمولی نام آنها را نوشته کنید. درس امروز ما تمام شد. امیدوارم که درس امروز را خوب یاد گرفته باشید و خوب در خانه های خود این درس را کار کنید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا را نگهدارتان باشد.